سرخط خبرها. گزارش نیویورک تایمز از حمله سایبری به 3 بانک در ایران، وزیر ارتباطات تایید کرد. بله، ما با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور مواجه بودیم. پرونده حمید نوری مظنون به دست داشتن در اعدام‌های 67 در انتظار تعیین تکلیف. آخرین روز تبلیغات انتخاباتی در بریتانیا، احزاب بر سر برگزیت و خدمات درمانی با هم مبارزه می‌کنند. آخرین تلاش‌های بوریس جانسون و جرمی کوربین برای جلب نظر رأی دهندگان. سرنوشت بریتانیا در دست مرددها. و تغذیه نادرست بلای جان و وزن ایرانی ها. وزارت بهداشت گفته 60% افراد اضافه وزن دارند. سلام، صبح بخیر، خوش اومدید به بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا از حمله گسترده سایبری به 3 بانک ایرانی خبر داده. این روزنامه گفته در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران، اطلاعات نزدیک به 15 میلیون نفر از مشتریان 3 بانک تجارت، سرمایه و ملت لو رفته. این 3 بانک آبان ماه پارسال در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. وزیر ارتباطات ایران امروز وقوع یک حمله بزرگ سایبری به زیرساخت‌های الکترونیکی این کشور رو تایید کرد، اما گفت که این حمله دفع شده. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. خبر حمله سایبری به چند بانک ایرانی هفته پیش منتشر شد. با ایمیلی مشترک به مشتری‌های این بانک‌ها که نشان می‌داد اطلاعات بانکی آنها و 10 میلیون نفر دیگر لو رفته. و این گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دوشنبه 11 آذر که البته چند ساعت بعد بدون هیچ توضیح از وبسایت این خبرگزاری حذف شد. در آن زمان وزیر ارتباطات ایران گفته بود اطلاعات بانکی هک نشده و فایلی که در فضای مجازی دست به دست می شود نسخه پشتیبانی است که پیمانکار سابق این بانک ها در اختیار داشته و حالا می خواهد با استفاده از آن باجگیری کند. امروز اما پس از آنکه روزنامه نیویورک تایمز هم خبر هک شدن اطلاعات بانکی 15 میلیون ایرانی را منتشر کرد، وزیر ارتباطات ایران از حمله گسترده نه فقط به بانک ها که به زیرساخت های دولت الکترونیک خبر داد. جزئیات نمیتونم بگم. بله، ما با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی علیه زیرساخت های دولت الکترونیک کشور مواجه بودیم. این حمله توسط سپر امنیتی دشوا شناسایی شده، دفع شده، ابعادش داره استخراج میشه و حتما در رتباش گزارش میکنیم. حمله بسیار بزرگی بوده، البته حالا باید ابعادش به صورت کامل باشه. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشش گفته ابعاد این حمله چنان بزرگ است که به نظر میرسد یک دولت خارجی پشتش بوده یا دست کم به انجامش کمک کرده. مقام های ایرانی در گذشته حملات سایبری به زیرساخت های ایران را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادند. این صحبت های وزیر خارجه ایران 3 ماه پیش در گفتگو با شبکه NBC آمریکا. یک جنگ سایبری در جریان است. جنگی که آمریکا آغازش کرده. با حمله خطرناک و غیر مسئولانه به تاسیسات هسته‌ای ما که می توانست میلیون ها نفر آدم را بکشد. استاکسنت یادتان هست؟ عملیات روز صفر یادتان هست؟ عملیات بازی های المپیک یادتان هست؟ نیویورک تایمز می گوید کاخ سفید و ارتش اسرائیل به سوال این روزنامه درباره حمله سایبری اخیر به بانک های ایرانی پاسخی ندادند. کارشناسانی که با نیویورک تایمز صحبت کردند میگویند حمله به بانک‌های ایرانی میتواند چالش بزرگ دیگری باشد در برابر حکومتی که تازه چند روزی است اعتراض‌های خونین خیابانی را پشت سر گذاشته و فشار تحریم‌ها کمر اقتصادش را خم کرده. فؤاد مسیحا، بی بی سی. ساعتی پیش از علی نیکویی، کارشناس اینترنت و کامپیوتر، پرسیدیم این حمله چه عواقبی میتواند داشته باشد.
میکنه. ما داریم در مورد دو تا چیز با هم دیگه صحبت میکنیم. اگه بحث در مورد حمله به زیر ساخت‌ها هست که خب میتونه خیلی اثرهای مخربی داشته باشه. بستگی داره که این حمله ها اول به کدام بخش از زیر ساخت‌ها بوده و چه نتیجه‌ای داشته. وزیر ارتباطات میگه ما تونستیم حمله رو خنثی کنیم ولی و هیچ آماری هم منتشر نشده یا اطلاعاتی نیومده که چه اتفاقی افتاده. اگه ادعای وزیر ارتباطات رو قبول بکنیم که خب به نظر میاد مشکل خاصی نباشه، ولی اگر ادعاشو نتونیم قبول بکنیم، هیچ کدوم از دو طرف سند مدرکی ارائه ندادن و اطلاعاتی درس پیدا کرده باشه، اطلاعاتی برداشته شده باشه یا حتی یه اصطلاح میگن بکدوری اونجا نصب شده باشه که بتونن کارهایی رو بعداً انجام بدن، میتونه اثر مخربی داشته. این اطلاعات 15 میلیون حدود 15 میلیون و 200 هزار تا رکوردی که در اومده در مورد حساب بانکی چند تا چیز بیشتر نیست، یک شماره حساب شخص گیرنده، شخص فرستنده، اسمش و شماره حساب شخص گیرنده مبلغ به علاوه تاریخ انقضای کارت بوده. اطلاعات خیلی محرمانه ای نیست از آدما، ولی خب همینجوری که پلیس فتحان گفته بهتر آدما، یعنی کسایی که حدس میزنن که این همچه اتفاق براشون افتاده باشه، درخواست کارت جدید بدن و رمز دوم حتما حتما فعال کنن، چیزی که همین رمز موقتی که تازه اومده که یکی از بهترین مدلای حفظ امنیت. متاسفانه ما خیلی جاها امنیت به یه شکلیه که یه ویترین خوشگلی هست که شرکت‌ها حالا از توی سطح کوچیکش تا بزرگترش میخوان داشته باشن، خیلی ربطی به ایران هم نداره، ولی که واقعا میلی به این کار داشته باشن من ندیدم و نمیبینم. مثلا شما همین رمز دومو در نظر بگیرید، تا همین چند وقت پیش هنوزم خیلی عملیاتی نشده، از مدلای فوق‌العاده ابتدایی استفاده میکردن همین بانک‌ها برای اینی که بتونن امنیت کاربراشون حفظ کنن. علی نیکویی بود، کارشناس اینترنت و کامپیوتر. یک نماینده مجلس ایران تایید کرده که در جریان اعتراضات آبان ماه در ماهشهر عده زیادی کشته شدند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گفت معترضان می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی صدمه بزنند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم گفته که در ماهشهر و عسلویه سنگربندی کرده بودند، اسلحه داشتند و معترضان مسلح عده‌ای را کشتند. به گفته بعضی از شاهدان در جریان درگیری‌ها ده‌ها نفر از معترضان کشته شدند که عمدتاً غیر مسلح بودند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که این سازمان نمیتواند مستقلاً تایید کند که تسلیحات استفاده شده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان منشأ ایرانی داشته. بازرسان سازمان ملل دو ماه قبل به عربستان رفتند تا درباره حمله به آرامکو تحقیق کنند. مسئولیت این حمله را حوثی‌های یمن به عهده گرفتند، اما آمریکا، عربستان و قدرت‌های اروپایی ایران را مظنون اصلی می‌دانند. دادگاهی در ایران محمد علی نجفی شهردار سابق تهران را دوباره به دلیل قتل عمد محکوم شناخت. حمید گودرزی وکیل مدافع آقای نجفی گفته حکم صادر شده هنوز به او ابلاغ نشده. گفته شده آقای نجفی به 7 سال و نیم حبس محکوم شده که 6 سال اون قابل اجراست. آقای نجفی 7 خرداد امسال در خانه‌اش در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله میترا استاد همسر دومش را کشت. پس از اعلام حکم اولیه دادگاه خانواده مقتول آقای نجفی را بخشیدند و از قصاص صرف نظر کردند. کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران میگوید در پی نارامی‌های آبان ماه در ایران تعداد روزنامه‌نگاران زندانی به 11 نفر افزایش پیدا کرده. این کمیته در تازه‌ترین گزارش خود گفته ایران 7 کشور در زندانی کردن روزنامه‌نگاران است. بزرگترین زندان‌های جهان برای خبرنگاران به ترتیب چین، ترکیه و عربستان سعودی معرفی شدند. کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران میگوید بررسی‌های سالانه‌اش نشان می‌دهد که امسال در جهان دست کم 250 روزنامه‌نگار در رابطه با کار خود زندانی شدند. حمید نوری ایرانی 58 ساله در انتظار تصمیم دادگاهی در سوئد است که قرار است در مورد ادامه بازداشت او امروز تصمیم بگیرد. آقای نوری حدود 1 پیش به محض ورود به فرودگاه استکهلم در سوئد بازداشت شد. شاکی‌های او میگویند که آقای نوری از دادیاران دادگاه انقلاب در دوران اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران بوده، اما وکیل آقای نوری گفته او بیگناه است و شواهد علیه او ضعیف است. شیار گل گزارش می‌دهد. ماه گذشته حمید نوری شهروند ایرانی به محض ورود به سوئد در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او مظنون به نقض قوانین بین المللی و دست داشتن در کشتار زندانیان در سال 67 است. حمید نوری به محض ورود به سوئد بازداشت شد و به یکی از بازداشتگاه‌های این ساختمان منتقل شد، دادگاه مرکزی استکهلم.
وکلای او میگن حمید نوری اون شخصی نیست که شاکیان مدعی هستند، یعنی دادیار زندان گوهردشت. اما امروز قاضی دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا بازداشت او رو تمدید کنه برای تحقیقات بیشتر یا او رو آزاد کنه. مقامات قضایی ایران درباره دستگیری حمید نوری سکوت کردند. اما حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران گفته شخصی به نام حمید نوری که در سال 67 دادیار بوده باشد وجود ندارد. او دستگیری آقای نوری را یک توطئه خوانده. کاوه موسوی شاکی این پرونده است. او میگوید شخص بازداشت شده حمید نوری از دادیاران دادگاه انقلاب اسلامی در دهه 60 بوده. از مسببین و مجریان اصلی این جنایت هولناک حمید نوری بوده که اون زمان خودشو به اسم حمید عباسی به همه معرفی میکرده. در تابستان سال 1367 آیت الله خمینی رهبر وقت با فتوای محرمانه خواهان اعدام زندانیانی شد که سر موضع بودند. کمیته هایی که به کمیته مرگ شهرت یافتند با چند سوال در عرض چند دقیقه هزاران زندانی را به جوخه های اعدام سپردند. سازمان عفو بین الملل میگوید بیش از 30 گور دست جمعی در سراسر ایران وجود دارد. یکی از این گور های دست جمعی در خاوران تهران است، جایی که صدها زندانی اعدامی سال 67 آنجا دست جمعی و مخفیانه دفن شدند. یکی از مادران که دو فرزندش در خاوران دفن شده، نیره جلالی، مشهور به مادر بهکیش بود. 5 فرزند و داماد او در دهه 60 اعدام شدند. همه‌شون تحصیلاتشون بالا بود. من یک دونه مادر این همه زحمت کشیدم، بچه‌های تحصیل کرده ما رو بردن. اینا بچه‌های تحصیل کرده من رو کشتن. مادر بهکیش هیچگاه نفهمید فرزندانش کجا دفن شدند. او 5 سال پیش فوت کرد. جنازه را اگه پس ندی هیچ وقت نمیتونی انتظار داشته باشی یه قانون دست از سرت برداره. بدانی که هیچ مشمولیت مروری زمانی در موضوع صدق نمیکنه. بدانی که جنایت ادامه داره. شاکیان پرونده میگویند حمید نوری فرد دستگیر شده یکی از نزدیکان و همکار ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و همکار مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری دولت آقای روحانی است. جیار، همکارم جیار گل رفته به استکهلم که از محل دادگاه حمید نوری هم همین الان به ما پیوسته. جیار، به نظر میرسه که در طول چند ساعت گذشته و همین حتی چند دقیقه گذشته تحولاتی اتفاق افتاده در رابطه با این پرونده. مجید، من الان حدود لحظاتی پیش از داخل اتاقی که دادگاهی داشت انجامش اومدم بیرون. قاضی دادگاه 4 هفته دیگه حکم بازداشت حمید نوری رو دوباره تمدید کرد، گفت این خطر وجود داره که ایشون از این کشور بره بیرون اگه آزادش کنه، و گفت سنگین و اتهامات سنگینی علیه ایشون مطرح شده. البته من آقای نوری از طریق تصویر ویدیویی از داخل بازداشتگاهش به اتاق قضات وصل شده بود و ما پشت شیشه دیدیم و تلویزیون دیدیم ایشون خیلی لاغر به نظر میاد و مرتب هم داشت از طریق مترجم صحبت میکرد و به فارسی میگفت که اون نمیتونه وکیلشو بیشتر ببینه، فقط 2 بار دیده، در انفرادی داره نهداری میشه و داشت شکایت میکرد که میخواد بیشتر امکان داشته باشه که وکیل بهتری داشته باشه. البته در دور بعدی یکی از کسایی که داخل اتاق بود به من گفت که آقای نوری گفته او حاضر از خودش دفاع کنه، از کشورش و از رهبرش دفاع کنه و به نظر میرسید خیلی عصبی و ناراحت از وضعیتش که درش قرار گرفته. شیار، آیا این به این معنیه که آقای نوری پذیرفته که همون حمید عباسی است؟ چون پیشتر از قول وکلای او میشنیدیم که او گفته نه، فرد اشتباهی رو دستگیر کردید و او حمید نوری نیست. ببین، ایشون متهم هستش که در دهه 60 در اوج اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 در زندان گوهردشت با اسم مستعار حمید عباسی اونجا دادیار بوده. حالا حمید نوری هویت اصلیش قبول میکنه، اما وکیل ایشون گفته
این اون شخصی نیست که شاکیان پرونده مدعی هستند. درسته حمید نوری هست، اما اون شخصی نیست. اما من صحبتهایی که با شاهدا و افرادی که شاکی هستند میگفتن، حتی فیش حقوقی دادگستری ایشون رو به دست آوردن. به هر حال مدارکی محکمی وجود داره، مگر نه قاضی دادگاه در سوئد به این راحتی شخصی رو اینجوری در زندان انفرادی برای یک نگه نمیگذاشت. و مهمتر، الان یک ماه دیگه تمدید نمی‌کرد، ایشون قبول نکرده. اما خب همونجوری که گفتم، این بار در دادگاه ایشون خیلی عصبانی بود و گفت اگه بهش اجازه بدن حاضر از کشور و از رهبرش به هر حال دفاع بکنه. ممنون از جیار. فقط برای اینکه دوباره گفته باشیم، حکم بازداشت آقای نوری همونطور که جیار گل همکارم الان اعلام کرد، 4 هفته دیگه هم تمدید شده. آقای نوری بنابراین 4 هفته دیگه در واقع بازداشت خواهد بود تا وکلای پرونده بتونن ادله خودشون رو جمع بکنن علیه او و بعدتر در دادگاهی بتونن اون رو ارائه بکنن. ممنون از اجیار. در آخرین روز مبارزات انتخاباتی در بریتانیا، رهبران احزاب با سفر به نقاط مختلف کشور تلاش‌هایشان را برای جلب نظر رأی دهندگان تشدید کردند. برگزیت و نظام بهداشت و درمان عمومی جزو موضوعات اصلی بحث هستند. حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون وعده داده بریتانیا را تا آخر ماه ژانویه، 1.5 ماه دیگه، از اتحادیه اروپا خارج بکنه، ولی حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین به دنبال مذاکره برای تغییر توافقنامه خروج و بعد از اون برگزاری یک همه پرسی. انتخابات فردا برگزار میشه. و خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مرکز لندن الان با ماست. بهرنگ، چند ساعتی بیشتر نمونده به پایان وقت این مبارزه های انتخاباتی، بهمون بگو که در این لحظات آخر نماینده ها چه میکنن؟ ببین، در این روز آخر تلاش همه احزاب، چه دو حزب بزرگ، حزب حاکم محافظه‌کار و حزب اصلی مخالف، حزب کارگر و چه احزاب دیگه، تلاش اصلیشون اینه که مطمئن بشن کسانی که اگر فردا پای صندوق رأی برن به اونا رأی میدن، فردا میرن پای صندوق رأی به اونا رأی میدن. شما اگه خاطرتون باشه چند دقیقه پیش توی سرخط خبرها من رو دیدید با چتری در دست و هوا هم اینجا بارونی و سرد بود. هنوز سرد، بارون نیست. ببین، در بریتانیا معمولا انتخابات توی بهار برگزار میشه، اواسط اردیبهشت برگزار میشه که هوا بهتره، و تقریبا یک قرنه که انتخابات ماه دسامبر برگزار نشده. و این مسئله مهمیه به خاطر اینکه مردم عادت ندارن توی این هوا، توی این موقع سال برن رأی بدن. در نتیجه این روز آخر تلاش همه احزاب اینه که مطمئن بشن کسانی که اگر برن رأی بدن به اونا رأی میدن، فردا میرن رأی میدن. ولی هرچند برای مشخص شدن اینکه چقدر این تلاش ها موفق میمونه، باید تا پنجشنبه شب یا حتی جمعه صبح صبر کنیم. و برنگ، اصولا به این نظرسنجی هایی که پیش از روز انتخابات منتشر میشه خیلی اعتمادی نیست. در بریتانیا هم ثابت شده، گرچه که همه چیز خیلی دقیق انجام میشه، ولی ظاهرا افراد نظراتشون رو تغییر میدن یا چه اتفاقی میفته. نظرسنجی ها حداقل الان چی میگن؟ ببین، نظرسنجی ها از 2-3 ماه پیش نشون میده که حزب حاکم محافظه‌کار حدود 10% و یه موقعی حتی بیشتر 15% از حزب اصلی مخالف جلو بود. ولی میگم در نهایت مشارکته که نتیجه رو معلوم میکنه، بخاطر اینکه هر نظرسنجی یک برآوردی از نظر کلی مردم در اون روزی که حالا اون نظرسنجی انجام شده. اما مسئله مهم اینه که حزب حاکم و بعضی از احزاب دیگه میخوان این انتخابات فقط در مورد برگزیت باشه، یعنی مردم بیان بگن که ما خسته شدیم از این 3.5 سال جر و بحث سر برگزیت، به حزب محافظه‌کار رأی میدیم که این داستان رو تموم کنه. ولی خب تلاش بعضی از احزاب دیگه از جمله حزب کارگر اینه که مردم به چیزای دیگه ای فکر کنن، به اینکه دولتی که انتخاب میشه دولت 5 سال آینده است و روی همه چیز زندگیشون تاثیر میذاره. ممنون آزاد بهرنگ تاجدین، همکارم از مرکز لندن.
در نتیجه انفجار انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده و حمله مهاجمان در نزدیکی پایگاه آمریکایی بگرام در شمال کابل حداقل یک زن کشته و 100 نفر زخمی شدند. درگیری میان مهاجمان با نیروهای افغان و بین‌المللی ساعت‌ها ادامه پیدا کرد. نیروهای ناتو در افغانستان گفتند که به آنها آسیبی نرسیده. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. نسیر نوا از کابل گزارش می‌دهد. ساکنان در گرمای این صندلی‌ها آرام گرفته بودند که انفجاری رخ داد. صدای خون باری که بسیاری را غافلگیر کرد در نزدیکی بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان. شش صبح چشم ما دخل بود که انفجار شد. برادر خودم زخمی است، مادرم زخمی است، برادرم زخمی است. میال از مادرم هیچ احوال ندارم. شش مهاجم پس از انفجار خودروی بمب گذاری شده به یک مرکز درمانی پناه گرفتند، محلی که حالا به شدت آسیب دیده. قربانیان همه غیر نظامی. ما سر نماز فرض بودم، سنت خوانده بودم، معیوب بودم که انفجار شد. همین کلکین خانه سر ما افتید. باز پای ما یک وقت سیل کردم میتونیم بفهمیدم. دیدیم که ما گفتم ماو پرتافتیم. سیل کردم که خون میاد. نیروهای امنیتی افغان و بین المللی حدود یک ساعت با مهاجمان درگیر شدند. بعد مذاکره برای تسلیم شدن آنها شروع شد. طالبان مسئولیت حمله را پذیرفته و درست زمانی که نمایندگان آمریکا و طالبان برای دور دهم در کشور قطر پشت میز مذاکره نشستند. پیش از این طالبان و آمریکا در آستانه توافق بودند که یک حمله طالبان در کابل همه رشته ها را پنبه کرد. مشخص نیست که این حمله چه پیامدی خواهد داشت. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. مجله تایم ساعتی پیش گرتا تونبرگ فعال محیط زیست رو به عنوان چهره سال خودش برگزید. مجله تایم گفته خانم تونبرگ چهره جوانانی است که جنبش مبارزه با تغییرات اقلیمی را پیش می‌برند. همزمان گرتا تونبرگ امروز در اجلاس تغییرات اقلیمی که هدف از آن مقابله با گرم‌تر شدن زمین و آماده شدن برای عواقب آن است سخنرانی کرد. او در این اجلاس از رهبران جهانی انتقاد کرد و سیاستمداران و مدیران شرکت‌های بزرگ و آلاینده را به گمراه کردن افکار عمومی متهم کرد. سیاستمداران و مدیران شرکت‌های بزرگی که مسبب تولید 70% گازهای گلخانه‌ای‌اند وانمود می‌کنند که به دنبال راه حل هستند، ولی جز روابط عمومی و حساب و کتاب‌های غلط‌انداز کاری نمی‌کنند، زیرا از زمان توافق پاریس که هدفش کاهش مصرف سوخت فسیلی بود، بانک‌های جهان نزدیک به 2000 میلیارد دلار در صنایع سوخت فسیلی سرمایه‌گذاری کردند. وعده کشورهای ثروتمند برای کاستن از گازهای گلخانه‌ای گمراه کننده است، زیرا محاسبات آنها غلط انداز بوده و گازهای گلخانه‌ای ناشی از واردات و صادرات هواپیمایی و کشتیرانی را لحاظ نکردند. گرتا تونبرگ بود، فعال محیط زیست. آنگ سان سو چی رهبر دولت میانمار اتهام نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا توسط دولت این کشور را رد کرده. او در جلسه دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه گفته مسئولیت کشتار و آوارگی مسلمانان روهینگیا با شبه نظامیان روهینگیا است. این دادگاه از دیروز رسیدگی به اتهام نسل‌کشی دولت میانمار را آغاز کرده. شاکی پرونده دولت گامبیا است که به نمایندگی از ده‌ها کشور مسلمان دیگر در دادگاه حاضر شده. دولت میانمار متهم است که هزاران مسلمان روهینگیا را کشته و باعث شده تا بیش از 700 هزار نفر آواره شوند. بر اساس روایت‌های شاهدان، ارتش میانمار به طور سازمان‌یافته به جمعیت مسلمانان روهینگیا تجاوز کرده، آنها را شکنجه داده و به قتل رسانده. آمریکا سه شرکت حمل و نقل ایرانی را تحریم کرد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا امروز همین ساعتی پیش با اعلام این خبر گفت این شرکت‌ها در انتقال سلاح‌های کشتار جمعی دست داشتند. آقای پومپو گفت این شرکت‌ها بعد از امضای برجام از تحریم خارج شده بودند که اقدام بسیار غلطی بوده. شرکت هواپیمایی ماهان ایر و شرکت کشتیرانی ایران از جمله تحریم شده ها هستند. 60% جمعیت بالای 18 سال در ایران دچار اضافه وزن هستند. این بخشی از آماری است که یک مقام وزارت بهداشت امروز از سلامت ایرانیان عنوان کرد. طبق این بررسی ها 25% جمعیت ایران هم به چاقی مفرط مبتلا هستند. دلایل این وضعیت مصرف بالای شکر و نمک و روغن و غذاهای فست فود و همچنین کم تحرکی قید شده. همین آمار حاکی است 30% اضافه وزن و چاقی بین زنان در ایران به مراتب بیشتر از مردان است. سیاوش اردلان همکارم اینجا به ما پیوسته. سیاوش، آمار بسیار
بالاییه. وقتی مقایسهش میکنیم با آمار کشورهای دیگه، به خصوص کشورهای پیشرفته که پیشتر چاق خیلی گسترده بود توشون، به چی میرسیم؟ چاق‌ترین کشور دنیا مکزیک و آمریکا هستند. در اونجا درصد چاقی حدود 40% هستش. ایران الان 25%، یعنی به اون حد نرسیده. میانگین حدود 13% جمعیت دنیا چاق هستند. اما فراموش نکنیم اینجا وقتی میگن 60% ایرانیان دچار اضافه وزن و چاقی هستند، منظور هم اضافه وزن و هم چاقی با هم هستن. این دوتا یک ذره با هم فرق دارن. چاقی یک وضعیت خطرناک‌تری هستش. وقتی شما وزن و اندازه بگیری، قد و اندازه بگیری، تقسیم بر هم بکنی، جدول به توان هم، به یک فرمولی میرسی که مشخص میکنه شما دچار اضافه وزن هستین و چاقی. و 60% ایرانی ها الان یا چاق هستن و یا اضافه وزن دارن. نسبت به آمریکا ایران درصد چاقیش پایین تره، ولی به لحاظ اضافه وزن همون درصد کشورهایی هستش که اضافه وزن و چاقیشون توامن بسیار بالاست. 60% هم خیلی آمار بالاییه. این آمار وزارت بهداشت عملا مشخصا میگه که بیشترش به الگوهای غذایی ربط داره این مسئله، نه؟ کاملا. مصرف بالای نمک، مصرف بالای شکر، روغن، غذاهای فست فود در خیلی از کشورهای دیگه، مخصوصا کشور غربی هم، یا کشورهایی که الگوهای غذایی غرب رو اتخاذ کردن، همین پدیده رو میبینید. در همین مکزیک، چاق‌ترین کشور دنیاست، بعد از ورود شرکت کوکاکولا و تبلیغات فراگیر بود که اضافه شاهد یک اپیدمی چاقی بودین. در ایران هم اگه شما آمار رو نگاه بکنین، مصرف روزانه شکر برای هر انسان باید 40 گرم در روز باشه، در ایران 66 گرم هست. مصرف روزانه نمک باید 5 گرم در روز باشه، در ایران دو برابرش هست، 10 گرم در روز. مصرف روزانه روغن باید 35 گرم باشه، ولی در ایران 46 گرمه. علاوه بر اون، همونطوری گفتی، مسئله کم تحرکی هستش. فراموش نکنیم زمان انقلاب در ایران فقط 2 میلیون نفر دچار چاقی یا اضافه وزن بودن. این چیز بوده 5%. درسته تو همه دنیا بالا رفته، ولی این سیر صعودیش در ایران بسیار چشمگیر بوده. البته مقایسش با زمان انقلاب، چون حدود 40 سال پیش دیگه، یعنی عملا فکر می‌کنم الگوی غذایی در تقریبا همه کشورهای جهان، آره گفتم تو همه دنیا بیشتر شده، در ایران شیبش بیشتر بود. حالا اصلا اصولا چه راه حلی وجود داره؟ ببین، تو همه کشورها خب یه سری راه حل میتونی شما بیاین قیمت اقلام رو بالا ببرین، سیاست‌های تشویقی بذارین، کاری که در ایران الان میکنن. خود مقامات وزارت بهداشت گفتن که دارن از نونوایی‌ها میخوان نمکشون رو کمتر بکنن، از شیرینی‌پزها میخوان شکرشون رو کمتر بکنن، ولی فقط میخوان، تشویق میکنن، سیاست‌های خاصی نشده. مثلا در همین بریتانیا هم شما به خاطر مسئله بالا بودن دیابت، که در ایران هم الان به مشکل بزرگ تبدیل شده، تو پرانتز بگم، میگن تا چند سال دیگه 25% ایرانیان دچار دیابت خواهند شد. اینجا هم برای مقابله با دیابت میخوان ملزم بکنن شرکت‌های غذایی رو که شکر کمتر بذارن، نمک کمتر و از این قبیل، و هنوز هم موفق نشدن. در ایران بحث واردات شکر، سیاست واردات شکر، از تعرفه‌هایی که میخوان رو اینها بذارن، ولی سیاست گذاری خاصی نشده، بجز اینکه در بعضی از مدارس مثلا کلسیم رو تو شیر بیشتر بکنن، یا دوباره اگه بحث نمک و شکر که خطرناک‌ترین مواد هستن باعث چاقی میشن، در زمینه شکر تشویق بکنن اونها رو، ولی سیاست الزامی خاصی برای صنایع غذایی هنوز لحاظ نشده تا جلوی این اپیدمی رو بگیره. ممنون از سیاه و سیاوش اردلان، همکارم اینجا در استودیو با ما. و از شما هم ممنونم که همراه ما بودید، و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.